بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود می‌فرستم به یکایک عزیزان حاضران و غایبان و برای همگان آرزوی حسن عاقبت و توفیق خدمت به خلق را دارم. خجسته باش می‌گویم به مناسبت ولادت حضرت روح الله کلمت الله و رسول الله عیسی ابن مریم علیه السلام ولی بزرگ خداوند که بنابر مشهور روز 23 دسامبر به دنیا آمده است و سراسر در سراسر جهان مسیحیان این روز رو به نشانه اون ولادت مبارک جشن میگیرند و شادمانی میکنند و آرزوهای نیک در سر میپرورانند و احیانا عزمهای مبارک می کنند تا زندگی بهتری و نوینی رو آغاز کنند. امیدواریم که بر همه مسلمانان، بر همه مسیحیان، پیروان اون مرد بزرگ، اون رسول عظیم خداوند این روز مبارک باشه، بلکه بر همه ساکنان ربع مسکون و خداوند به برکت این روح بزرگ که 2000 سال پیش او رو به زمینیان عطا کرد، به برکت روح او و ولادت او برای مردم جهان رحمت‌های بسیار بفرستد و باران‌های سیلوار جاری بکند. و امیدواریم که بزرگان و مسئولان کشورهای غربی که خود رو ظاهراً یا باطناً پیروان عیسی علیه السلام می‌دانند، در کنار شادخاری ها و شادمانی ها و مینوشی هایی که در این شب و روزها می کنند، عزمی هم بکنند برای شادمانی همه جهانیان، دست از جنگ افروزی بردارند و در دل همون محبتی رو که عیسی می گفت بیدار کنند، زنده کنند. نمی گوییم که اگر به یک سوی صورتشون سیلی نواختن، سوی دیگر صورت رو هم بگیرن تا سیلی بخورن. امروز کسی از مسیحیان چنین انتظاری ندارد. انتظار این است که به کسی سیلی نزنند و کار نکنند که سیلی زنندگان در این جهان قلورتر بشوند، زورگوتر بشوند، دست اتحاد و ائتلاف با اونها ندهند، به فکر سیاه روزان، به فکر ستم دیدگان، بی نوایان هم باشند که ذره نوری در ظلمت تاریک زندگیشون نمیتابند. بلکه به امید خداوند وقتی دلها نرم شد، وقتی عزمها مبارک شد، اونگاه جهانیان هم انشالله روی خوشی خواهند دید. از شما حرکت، از خدا هم برکت. مسلمانان عزیز ما هم که هیچگاه با مسیحیان مشکلی نداشتند، امیدواریم که رابطهشون گرمتر و صمیمیتر و محبت آمیزتر شود و انشاءالله که این برادری ها همچنان که خود رسول الله رسول اکرم هم میخواست میان ما گرمتر و محکمتر شود. با پیروان سایر ادیان هم باید چنین کرد. این روزها ضمناً به دلیل حادثه ناگواری که در کشور ما رخ داده می طلبد تا چند کلمه هم با سخنی بگویم. می دانید نیده اید اخبار لاجرم خوانده اید که یکی از ائمه جمعه اهل سنت دو هفته پیش در نماز جمعه سخنانی گفت که پاره از عالمان یا عالم نمایان شیعی رو براشفت. ایشان در خنان که بیان بنده هم ثواب بود آمد و یک قصه مشکوک تاریخی رو مطرح کرد که شهربانو یا شاه زنان که یکی از دختران یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بود به اسارت اعراب در آمد و آنگاه به وساطت عمر خلیفه دوم به همسری امام حسین درآمد و چنین شد که این خانم ایرانی مادر دیگر امامان شیعه شد تا امام دوازدهم. و آنگاه از این حادثه مشکوک تاریخی که پاره
از مورخان اون رو سر تا پا مجهول می‌دانند و می‌خوانند، خواست یک نتیجه گیری اعتقادی بکند و گفت که اگر شیعیان خلافت خلیفه دوم رو به رسمیت نشناسند، آنگاه در ازدواج اون خانم با پسر امام علی خللی و اشکالی شرعی خواهد افتاد و لذا در طهارت نسب همه ائمه شیعه هم اشکالی خواهد افتاد. این نتیجه گیری هم نتیجه گیری ناسوابی بود. اما این سخنان ناسواب پاسخ بسیار ناسوابتری یافت. یک مرتبه همه قوم به پا خواست، یک مرتبه ائمه جمعه اینجا و اونجا به پا خواستند و چنان گوینده این سخنان رو فرو گفتند که از او استخوان نماند و همشون هم در سخنرانی هاشون به طوری که گویی بخشنامه شده بود خواستار برخورد قانونی با این امام جمعه محترم اهل سنت شدند و این برخورد قانونی یا شبه قانونی هم بلافاصله صورت گرفت و از طرف آیت الله نور مفیدی که امام جمعه گلستان است و نماینده ولی فقیه، اون امام جمعه به نام آقای گرگیج از سمت امامت جماعت عزل شد و کسی دیگری به جای او نشست. آنگاه ظاهرا نوبت به دستگیری او رسید و احضار او به مراجع قانونی که مردم گویا که تظاهراتی کرده بودند و دستگیری اگر هم در نظر داشتند صورت نگرفت، اما احضار به مراجع قانونی صورت گرفت و آنگاه از ایشان خواستند که چیزی بنویسد و منتشر کند و مردم رو به آرامش و به برگزاری نماز جمعه دعوت کند و او هم چنین گفت. ظاهراً گرمای اون حوادث اکنون فرو خفته است به حمد الله و طرفین به تصالح و تفاهمی رسیدند و این نیکوست. اما اونچه که اتفاق افتاد که از هر دو طرف اتفاق ناسوابی بود، این به هم تاختن و فرصت پیدا کردن و دوباره قباله های کهنه رو از صندوق خانه ها بیرون کشیدن و حقانیت خود رو به اثبات رساندن، چه از اون سو و چه از این سو. این روزگار روزگاری نیست که شیعه و سنی به هم بتازند و در پی فرصتی باشند تا حقانیت خود رو به رخ دیگری بکشند. دوران است که ما 1400 سال بر سر این حقانیت نزاع کردیم و میبینید که همونجا که بودیم ایستاده ایم. باید بدانیم که این نزاع نزاع لاینحل است، یا دست کم از این راه نمیتوان به حل آن نزدیک شد. حرفایی که باید بزنند گفتند، قوی تر از اینها هم گفتند، هم اهل سنت در تحکیم مواضع خود و هم شیعیان در تحکیم مواضع خود، هم اونها پافشارتر و راسختر در اعتقادات خود شدند، هم این طرف. ما چاره جز برادری و تفاهم نداریم. اثبات حقانیت خود برای دیگران فرصتی برای کارهای بهتر برای ما باقی نخواهد گذاشت. ما سخن از وحدت میگوییم، باید هم وحدت کنیم. حالا اگر کسی سخن ناسنجیده و ناسوابی گفت، راه او شورش کردن، بر سر او ریختن نیست. یک تذکر ساده میتواند قائله رو ختم کند و گفته شود که از هیچ بسوی نباید این گونه سخنان گفته شود. من البته می دانم و این رو هم عرض می کنم و باید عرض کنم که به مناسبت ایام فاطمیه در این روزها چه افرادها که صورت نمی گیرد، چه روزها که متضمن اهانت به مقدسات اهل سنت است خوانده نمی شود. ما هم باید دست از این کار برداریم. سودی نبرده ایم و نخواهیم بود. پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. وقتی که مقدسات یه قومی مورد سب و لعن و اهانت قرار میگیرد، نباید انتظار داشته باشیم که دلشون با ما صاف شود. به نرمی باید سخن گفت، این وظیفه دینی ماست، اون هم با برادران و خواهران مسلمانمون ولو متعلق به فرقه های دیگر باشند. بلا فاصله آمدن و نام وهابی بر روی این و اون گذاشتن و طرد کردن و بعد هم سخن گفتن از این که جلوی
تزیید و تولید نسل اهل سنت رو گرفتن و این چیزها سخنان بسیار بسیار ناشایستی است. بنده حقیر که شخصا دیریست از فراز این فرقه ها، فرقه سنی شیعی به ماجرای اسلام نظر میکنم، به هیچ وجه مناسب نمیبینم. ما باید با یکدیگر دیالوگ داشته باشیم، با یکدیگر از یکدیگر استفاده کنیم. بهترین فرصت است برای اینکه نه اینکه بکوشیم تا دیگری رو به کیش خود درآوریم. این کارها سودی و صرفه‌ای ندارد و نزاع حاصلی جز نزاع ندارد. کار بهتر کردن فهمیدن یک دیگر است. من امیدوارم که همین سخن مختصر من موجب شود که دلها نرم شود و چه شیعیان و چه اهل سنت بدانند که کسانی هستند که به هر دو طرف به صورت دو فرقهی که محقند که اونچنان که هستند باشند و تاریخشان اونها رو در اینجا نشانده است می نگرند و مایلند که این تخاصم ها به تفاهم بدل شود. خب از این قصه بگذریم و به خلاف و وفاق علم و دین برسیم که دیریست موضوع و قضیه اصلی ماست. نوبت گذشته من سخنان جناب آگوست کونت فرانسوی رو برای شما گفتم و اونجا رو مبدأ کلام قرار دادم. خلاصه سخن اون فیلسوف دانشمند یادآوری میکنم این بود که ما دوران اسطوره ها رو پشت سر نهاده ایم. بعد از دوران اسطوره ها دوران متافیزیکی بود که اون رو هم پشت سر نهاده ایم و اکنون به دوران علم پوزیتیو رسیده ایم. دین از نظر او متعلقه به دوران اسطوره هاست و وقتی که به دوران پوزیتیو میرسیم البته دین به کناری میرود و عقب نشینی میکنه. منظور از این سخن این نیست که ادیان در عمل وجود ندارند، البته وجود دارند. منظور این نیست که تفکر اسطوره‌ای پاک رخت بربسته است و هیچ جا حضوری ندارد. در ذهن حتی دانشمندان علوم پوزیتیو هم حضور دارد. منظور این استش که وقتی بود که منظور آقای آگوست کونت دورانی بر بشر گذشت که فقط اسطوره‌ای می‌اندیشید. بعد از آن دوران دیگری در رسید که دوران متافیزیکی بود. اکنون ما ساکنان سه فرهنگیم یا گویی میراثبران سه دورانیم، یکی دوران اسطوره‌ای و دیگری متافیزیکی و سومی دوران پوزیتیویسم یا علم پوزیتیو یا علم محصل یا مشت برکن و حقیقت نما. خب این رأی ایشان بود و اینکه ادیان متعلق به اون دورانه و این البته امروزه فقط سخن او نیست، دیگران هم به زبانهای مختلف و البته شاید نه تحت اصطلاحات جناب آگوست کونت همین سخن رو تکرار میکنن که با درآمدن دوران پوزیتیو اسطوره عقب نشینی میکنند و با درآمدن علم به زبان ساده خودمون دین عقب نشینی میکنند و دین که یک نگاه اسطوره‌ای به جهان داشت ناچار است که جای خود رو به علم بدهد که نگاه واقعیتگرا و حقیقت بین دارد. خب این نکته‌ای بود که از او شنیدیم و ما در واقع اینجا که خلاف و وفاق بین علم و دین رو بحث می‌کنیم در همین وادی به سر می‌بریم که آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا دین متعلق به عصر اسطوره هاست؟ آیا ما الان در دورانی زندگی می‌کنیم که اسطوره ها کاملاً عقب‌نشینی کردن؟ آیا علم، همین علم تجربی خاص، این فارغ از اسطوره هاست؟ هیچ اسطوره‌ای در اون نیست؟ اینها چیزایی است که از قضا درباره او باید به دقت سخن بگیم. ظاهر کلام خوشایند است، خیلی ها هم مقلد و تابع این کلامن، اما حقیقت این است که به دلیل همین کلیگویی اونقدر نکته های ریز و خرد و ظریف مقفول مانده است که باید اونها را از صندوق خانه قفلت
بیرون بکشیم و دوباره وارسی کنیم و زیر میکروسکوپ دقت بگذاریم و اونها رو بازیابی کنیم. در علم ببخشید، در نوبت‌های قبل گفتم که ما دو جور مواجهه دین و علم داریم. یکیش مواجهه‌ای که میتوان او رو درون دینی گفت، یکیش مواجهه بیرون دینی. مواجهه درون دینی مسامحتاً معناش این هستش که ببینیم علم با کدام آموزه‌های خاص دینی منافات و معارضه دارد. اتفاقی که افتاده است، یعنی ابتدا در زمان گالیله و کوپرنیک و بعداً هم در دوران طولانی پیشرفت علم در 3-4 قرن اخیر، نکته‌های بسیاری در علوم کشف شده و مطرح شده که با آموزه‌های خاص کتاب مقدس و یهودیان، مسیحیان و مسلمانان منافات داشته است. منافات بسیار صریح و ظاهر، و روحانیان این ادیان کوشیدند که به طرق مختلف با شگردهای مختلف رفع تعارض کنند و حقانیت کتاب مقدس رو همچنان محفوظ نگه دارند. این رو میتوان گفت خلاف و وفاق علم و دین از نوع درون دینی. اما نوع بیرون دینیش اینست که اکنون ما داریم بحث میکنیم. به نوع درون دینی اگر فرصت شد و اگر لازم شد انشالله در پایان مباحثمون خواهیم پرداخت. اکنون ما دو جهان بینی رو با یکدیگر مقایسه میکنیم، دو نوع عقلانیت رو، دو نوع پارادایم فکری رو. یکی پارادایم فکری و عقلانیت دینی و یکی عقلانیت علمی، پارادایم علمی. یعنی اون اسطوره‌ای اندیشیدن اساساً نوعی از اندیشیدن بود، بلکه عین اندیشه یک دوران بود. همه دنیا رو در بافته و در لفافه اسطوره ها می دیدن، اونچنان همه حوادث رو معنی می کردن و ادیان هم بنابر ادعا همینطور بودن. امروز همه چیز رو ما از طریق اونچه که علم به ما یاد داده نگاه می کنیم و تفسیر می کنیم. این اگر می بینیم که خورشید برمی آید، اگر می بینیم که خسوف می شود، اگر می بینیم زلزله میاد، سیل میاد، فلان بیماری میاد و فلان کس می میرد، فلان کس به دنیا می آید، چنین و چنان، همه اینها رو ما به نحو خاصی و با عقلانیت ویژه‌ای معنا می کنیم. ما برای رفتن سراغ بیماری ها خب دنبال علل طبیعی اونها می رویم، یا در محیط یا در فضا یا در آب یا در بدن شخص بیمار فلان، اما دیگه نسبت نمی دهیم مثلا به جن و شیاطین و دیوان و اینها. برای بهبودشون هم همینطور است، دنبال دفع جنیان نمی رویم، دنبال دارو می رویم. همچنین است در مورد مسائل دیگر. اما وقتی که به دوران اسطوره‌ای به اصطلاح برمیگردیم، کمتر چنین شیوه هایی رو میبینیم. به طرق دیگری جهان رو میشناسند و معنا میکنند. لذا اون یک نوع عقلانیت بود. وقتی هم که میگم عقلانیت، منظور دارم یعنی این کار در دوران خودش غیر عقلی و نامعقول شنورده نمیشد. عقل همه بزرگان و خردمندان چنین حکم میکرد. این خودش در واقع در دل خودش یک نکته ای رو دارد، و اون نکته این است که عقل یک امر تاری است، جز در بدیهیات اولیه یک امر تاری. به تدریج عقل می شود، یا به تدریج عقل جامه های نو می پوشد و جامه های کهن رو در می آورد، و هر عقلانیتی در دوران خودش عقلانیت شمرده می شود. یعنی چنین نیست که مردم خردمند دوران بگویند که ما می دانیم این فکرها سفیهانه است و سخیف است، با این حال قبول داریم و اونها رو باور داریم. همطور نمیشه. بزرگان یک قوم، یعنی وقتی که مثلا ارسطو مثلا راجع به آسمان ها سخن می گفت، راجع به کیفیت وقوع خسوف و کسوف سخن می گفت، یا در مورد مسائل اخلاقی راجع به بردهداری سخن می گفت، یا راجع به موقعیت زنان سخن می گفت،
اینها رو معقول ترین سخنان می دانست و تا قرنها چنین اندیشیده می شد. طور نبود که این سخنان به راحتی ابطال شود یا بدیهی البطلان باشد، اصلا و ابدا. عقلانیت زمان ما هم به تدریج به اینجا رسیده است، یعنی از رنسانس و از دوران انلایتنمنت یه عقل دیگری برای بشر پیدا شد. بشر از آن پس پاره ای از امور رو، پاره ای از گزاره ها رو، پاره ای از تفسیرها رو معقول شمرد و پاره ای رو خرافی و نامعقول. تا دورانی بود که مردم راحت قبول میکردن که معجزه ممکن است، قبول میکردن که سحر ممکن است، که شیاطین وجود دارند، که فی المثل فرزندی، الان هم در باب حضرت عیسی سخن گفتیم، فرزندی بی پدر به دنیا آمده است. کمتر کسی اینها رو انکار میکنه، با عقلانیت زمانه کاملا موافق و مطابق بود. اکنون به زحمت اینها رو باید جا انداخت، اگر از اساس جا انداختنی باشد. کسانی که به این جور امور اعتقاد دارن امروز مردمان خرافی نامیده میشود و اندیشه هاشون غیر علمی، و این غیر علمی بودن و خرافی بودن در روزگار ما همونقدر بدیهی است که خلاف این نزد گذشتگان بدیهی می نمود. اینها جزو عبرت های روزگار است و باید این رو اندیشه. گاهی این عقلانیت زود عوض میشه و گاهی هم به درازا میکشد، طولانی مدتی میخواهد تا اینکه عقلی برود و عقلانیت دیگری به جای او بنشیند. این درست است به لحاظ تاریخی که ادیان در دورانی ظهور کردن که اون دوران دوران پوزیتیویسم علمی نبود، یعنی علم به معنای امروزی و با عقلانیت امروزی و پارادایم ویژه امروزینش وجود نداشت و مردم نوع دیگری از تفسیر از عالم میکردن. لذا بسیاری از اون چیزهایی که امروزه در ادیان برای ما مسئله دار به نظر میاد، برای مردم روزگار اصلا مسئله دار نبود. هیچ وقت با پیامبران در نمی افتادن که شما چرا گفتید هفت آسمان است و چرا گفتید خدایی وجود دارد و سر خدا داشتن جهان هم نزاعی نداشتن. سر بعضی از معرفی خدا یا سر خصوصا قصه معاد و دوباره زنده شدن در اینها مسئله داشتن، طوری که شما در داستان ها و حوادث دوران پیامبر اسلام میبینید. به هر حال ما الان بیشتر در باب عارض دو پارادایم، دو عقلانیت سخن میگوییم که این رو من تأکید و تکرار میکنم برای اینکه جایگاه سخنان ما مشخص باشه و فعلا در این سخنان تا هنوز وقتش نرسیده عزیزان مستمع ما منتظر این نباشند که ما درباره فلان آیه سخن بگوییم یا فلان روایت و بعد بیاوریم ببینیم که با علم موافقت و مطابقت دارد یا ندارد، یا آیا فلان نکته مؤید علمی دارد و اگر علم تأیید کند اونگاه مؤید قرآن می شود یا نمی شود. فعلا این انتظار رو نداشته باشند، ما در این مقام نیستیم و اکنون به اصطلاح بیرونی دینی سخن میگیم. خب از این مقدمه که بگذریم، من برای اینکه همین عقلانیت نوین رو معرفی کنم، با اینکه ما در اوته میخوریم، در او غرقه ایم اصلا و کمتر هم از خودمون میپرسیم که پایگاه ها و پایه های این عقلانیت نوین چیست، با خودم اندیشیدم که این نوبت از جناب فرانسیس بیکن کمک بگیرم. فرانسیس بیکن دانشمند قرن 16 و 17 انگلستان، عالم و فیلسوف نام آشنایی است. او را گاهی پدر علم تجربی هم نامیدند. از این پدر و مادرهای جعلی زیادند و خب ما به این تعبیرات چنان وقعی نمیگذاریم. اما خب هرچه هست آثار بسیار مؤثری در این زمینه داشته. خود او شاید به یه معنای خیلی دقیقی نتوان او رو ساینتیست خواند، گرچه که صاحب تجربه هم بوده در مورد حرارت، خصوصا با شیوه های ویژه‌ای که خود او معرفی کرده
تحقیقاتی کرده و از قضا به یک نکته خیلی نیکوی رسیده، با اینکه هیچ دلیل ویژه‌ای هم در اختیار نداشته، که حرارت از جنس حرکت است. همون چیزی که امروز مثلا ما در تئوری جنبشی گازها، تئوری سینتیک گازها میگیم که حرارت همین جنبش مولکول‌های گاز است و اونچه که ما به نام حرارت ادراک میکنیم همون برخورد این ذرات و مولکول‌های گاز است به ترمومتر یا به دست ما و به این گیرنده‌های حسی ما و غیره. اما ایشون بیش از این که در درون علم کار بکنه، در بیرون علم کار میکرد. یکی از کسانی است که به نظر من او رو میشود از پیشگامان عقلانیت نوین خواند. چرا؟ اون چراییش به نظر من این است که ایشان خطاشناسی میکرد. یادش بخیر، یکی از استادان ما در دانشگاه لندن که بر این نکته خیلی تأکید میکرد، میگفتش که گذشتگان اساساً یه مبحثی تحت عنوان خطا در فلسفه خودشون نداشتن. اصلا خطا رو خیلی جدی نمیگرفتن. خطا یک امر فرعی و عرضی بود. خب درسته دیگه، آدم گاهی خطا میکنه. اگر قرار باشه که همیشه خطا بکنه، اون موقع دیگه اعتمادی به علم و معرفت نمیمانه. وقت این امری که گاهی خطا می کند رو هم با او اولا سر می کردن، ثانیاً هم به خیال خودشون می گفتن دقت بیشتر باید کرد که این خطاها پیش نیاد. علم منطق رو وضع کرده بودند برای اینکه تعبیری هم که می کردند گذشتگان ما خصوصا در عالم اسلام این بود که علم منطق یک آلت قانون نیست، یعنی یک نورماتیو دیسیپلینه که تعصیم مراعات و حد ذکر عن الخطأ ذهن عن الخطأ فلفه، که مراعات قواعد منطقی ذهن رو از خطای در فکر باز می‌دارد. بنابراین قایت جهدشون این بود که ما منطقی فکر کنیم، منطقی استدلال کنیم، و استدلال منطقی رو هم جناب آقای ارسطو حکیم استاگیرایی در کتاب ارغنون خود یا کتاب ارگانون خود آورد. کتاب ارگانون یا ارغنون که ما در فارسی میگوییم همون کتاب منطق ارسطو است. گفت در آنجا که چگونه باید استدلال کرد، صغرا و کبرا رو چگونه باید در کنار هم نشان، اون حد وسط رو، اون کامن ترم رو چگونه باید دیستریبیوت کرد، چگونه و اصناف قیاسات منتج کدام است، قیاسات عقیم کدام است، قیاسات مقالطی کدام است، که خب البته تقسیم بندی های بسیار عالی بود و تا امروز هم اونها حجیت داره و صحت داره. یعنی منطق جدید البته بسیار بسیار گسترده تر از منطق ارسطو است. یعنی اگر منطق ارسطو رو، منطق جدید رو به اندازه یه قصر بزرگ بدونیم، منطق ارسطو قد یه دونه قوطیه در این قصر، چنین تمثیلی میتوان کرد. اونایی که با منطق جدید، با منطق ریاضی آشنا هستن تصدیق میکنن که بنده چه عرض میکنن. با همه این احوال اون منطق همچنان به کار میرود و ما در تفکرمون از او استفاده میکنیم و همگان میکنن. اما یک چیز، و منطق جناب ارسطو منطقی بود که عمدتاً در مقابل سوفیست‌ها، سوفسطایی‌ها پدید آمد. سوفیست‌ها و سوفسطایی‌ها کارشون مغالطه کردن بود. یعنی استدلال‌هایی که نتیجه بخش نبود، اما اونها رو نتیجه بخش جلوه‌گر می‌کردن. از مقدمات نامربوط نتایج می‌گرفتن موافق قصد و نیت خودشون. و این سوفیزم عرض عریضی پیدا کرده بود در دادگاه ها، خصوصا وکلایی که با سوفسطیگری هم آشنا بودن شرکت میکردن و مثل بعضی از وکیلان امروز حق رو باطل میکردن، باطل رو حق میکردن و برنده میشدن. ارسطو و ارسطوییان منطق رو در مقابل اونها نگاشتن. اساسا منطق از مقالطات آغاز شد، گرچه که امروز شما منطق ارسطو رو اگر بخونید اصلا از یه بحث تصور و تصدیق آغاز میکنه. مقالطات آخر آخره،
ولی در اصل پیدایش از مغالطات بینه، این که ما چه کنیم که مغالطه نکنیم و گرفتار مغالطات نشویم. برای این کار باید یه قواعدی وضع کنیم که چنین باید گفت و چنین باید استدلال کرد، و لذا علم منطق پدید آمد و البته مرتب پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شد که جناب ابن سینای ما که در قرن چهارم زندگی میکرد الحق خدمتهای بسیار بزرگی به علم منطق ارسطویی کرد و نکات بسیار زیادی بر او افزود که مخصوصا در منطق موجهات که اصلا از خاطر جناب ارسطو هم خطور نمیکرد. باری اما یک چیز کم بود، یک چیز بزرگی کم بود در منطق ارسطویی، و همین که منطق او منطق نظری بود، منطق سوری بود، فرمال لاجیک، منطق عملی نبود. منطق عملی یعنی چی؟ یعنی متدولوژی، یعنی روش برای کشف حقیقت. و این درست همون چیزی بود که جناب فرانسیس بیکن روی او انگشت نهاد، یعنی چیزی به نام متدولوژی مطرح کرد. کتابی نوشت به نام نووم ارگانوم، یعنی ارگانوم نو. یعنی اگر جناب ارسطو کتاب منطقش قانون بود، اکنون من منطق تازه‌ای نوشتم که منطق نو است و ارغنون است و کوتاهی های ارسطو رو دوران می کند و کمبودهای اون رو تکمیل می کند. البته جناب فرانسیس بیکن در این کتاب خودش هیچ کم نگذاشته از اینکه به جناب ارسطو و ارسطویان حمله کنه و بگه منطق اونها عقیم است، هیچ چیز تازه‌ای به ما یاد نمیده. اون چرا که شما در نتیجه میارید پیشا پیش در مقدمات هست، فقط از در مقدمات اونا رو بیرون میکشید و به نحو مستقل اونو ظاهر میکنید. این سخن عرض عریضی داره. بعدها هم کسانی که مخالف منطق بودن در عالم اسلام مثل ابن تیمیه دیگران همین حرفا رو زدن، کسانی جوابشون دادن، الان اینا محل بحث ما نیست. اما نووم ارگانوم به معنای ارغنون نو کتاب متدولوژی یا منطق عملی جناب فرانسیس بیکن بود که اینو نوشت. اما این کتاب که متضمن حمله به ارسطوییان و به منطق ارسطویی هست، واجد چند فقره بسیار مهم در خطاشناسی هست و اینکه ما چگونه به خطا می رویم در فکر کردن، اما نه از اون نوع خطا و مغالطاتی که جناب ارسطو و شاگردانش در تفکر ذهنی می گفتن. این در مقام چیه؟ در مقام کشف حقیقت عملی است. یعنی وقتی که من شما جستجو می کنیم از حقیقت در طبیعت، در جامعه، کجاها ما ممکنه و به چه سبب ما خطا کنیم، این خطا شناسی و توجه به این که تطرق خطا، راه یافتن خطا در کار ما از کجاست، به تعبیر دیگه ضرب خورهای خودمون رو بشناسیم، این بسیار قدم بزرگی بود که در عالم علم برداشته شد. من میخوام بگم اصلا عقلانیت جدید از توجه به خطا آغاز کرد. این سخن من شاید مبالغه آمیز باشه اما واجد حقیقت بزرگی است. توجه به این که ما خطا می کنیم، اون هم شاید خطای سیستماتیک، نه خطای رندوم. خطای رندوم یعنی خطایی که گاه گاه رخ می دهد به نحو عرضی و می توان پیشگیری کرد، پیشگیری هم نکنیم چندان اهمیتی نداره، امر فرعی است. اما خطای سیستماتیک یعنی اینکه روش ما، ترازوی ما اساساً ترازوی ناهمواری باشه، نامتقارنی باشه، هر چی رو با اون میکشیم وزن رو غلط به ما نشون بده، نه اینکه یه بار در اثر بیدقتی من وزن غلط دیده شود، نه، اون خطای راندوم میشه. خطای سیستماتیک یعنی اصلا این خط کش شما هر چی رو که با اندازه میگیرید طولش رو به شما غلط نشون بده، برای اینکه اصلا غلط درجه بندی شده است. جناب آقای بیکن در واقع دنبال خطاهای سیستماتیک میگشت. ما چگونه میتوانیم مرتب خطا کنیم، مرتب زمین بخوریم و از این زمین خوردن خودمونم آگاهی نداشته باشیم، بریم دنبالش رو بگردیم. این شد اون چه که
من میخوام بگم توجه به خطا و تفتن به خطا، مخصوصا به خطای سیستماتیک، این چیزیست که میتوانم بگویم که یکی از ارکان و پایه‌های مهم عقلانیت مدرن است. خب کتاب نوم ارگانوم آقای فرانسیس بیکن الان در مقابل بند است و من پاره از این فقرات رو میخوام برای شما بخوانم و معنی کنم و توضیحاتش رو از زبان خود فرانسیس بیکن بیاورم که بهتر مورد توجه شما قرار بگیره. عرض می شود که ایشان خطاها رو تحت عنوان بت‌ها مطرح کرده، بت‌های ذهنی، و می گوید که ما 4 نوع بت ذهنی داریم. این تعبیر بت هم زیباست، یعنی گویی که با پرستیدن آنها ما دائما به خطا می افتیم و مرتبا گمراه میشیم به اصطلاح دینی. بعد میگوید 4 species of idols beset the human mind to which we have assigned names. میگه 4 نوع بتند که من 4 اسم برای اونها گذاشتم. اینها این است: idols of the tribe، بت قبیله، و second idols of the den، بوت صندوق خانه، و بعد بوت بازار، idols of the market، و the fourth idols of the theater، بوت تئاتر یا بوت مدرسه. خب این 4 بوت رو ایشون نامگذاری کرده. پس بوت قبیله، بوت صندوق خانه، بوت بازار یا بازارچه، و بوت تئاتر و صحنه و مدرسه و مجلس، میتوانیم بگویم بت‌های مجلسی. دونه دونه اینا رو توضیح میده. بت قبیله عبارت است از قبیله بشریت. میگه ما آدمیان به حکم اینکه آدمی هستیم و اعضای قبیله بشریتیم، هممون دوچار یک گرفتاری‌های هستیم، یا هممون بت‌هایی رو میپرستیم که به طور سیستماتیک ما را به خطا می افکنن و الحق روی بعضی از اینها انگشت نهاده و به درستی هم انگشت نهاده است. ببینید حالا یه قصه رو که اینجا نقل می کنه بد نیست براتون بخونم. میگه یکی از بتایی که ما در قبیله ما آدمیان بشریت وجود داره این استش که ما دنبال تأیید شدن نظر خودمون هستیم، نمونه های خلاف رو نمی بینیم، جدی نمی گیریم و به دنبالش هم نمی گردیم. این در واقع ریشه همون فکریست که بعدها در فلسفه مدرن تحت عنوان ابطال پذیری در علوم مطرح شد. جناب فرانسیس بیکن هرگز این رو به اون اوج نرسوند، اما جوانه های نخستینش رو در اینجا می بینید. این یه قصه رو نقل می کنه اینجا، این رو من از صفحه 110 میخوانم و این در فقره 46 است چون اینجا فقره بندی شده است. در فقره 46 میگه human understanding when any proposition has been once laid down forces everything else to add fresh support and confirmation. ما اینجوری هستیم که برای عقیده خودمون دنبال مؤیدات میگردیم، دنبال نمونه های موافق میگردیم، نمونه های مخالف رو نمیبینیم، اصلا با اونا نمیاندیشیم، دنبالشون هم نمیگردیم. بعد مثال جالبی میزنه، میگه it was well answered by him. یک دانشمندی رو به نام دیاگورا نام میبره، میگه که او در معبدی رفته بود و دید که تابلوهای بر دیوار آویخته است، تابلت ساسپندد، و بعد این تابلوها نشان می‌دهد که چگونه مردمی که در کشتی گرفتار غرقاب شده بودن، در شرف غرق شدن بودن، با دعا نجات پیدا کردند. این تابلو این نجات یافتن رو نشان می‌داد. بعد این آقا رفت جلو و پرسید But where are the portraits of those who have perished in spite of their vows؟
رفت گفت چرا تابلوی کسانی که دعا کردن ولی غرق شدن رو اینجا نگذاشتید؟ چرا فقط تابلوی اون نجات یافتگان رو گذاشتید؟ یعنی چرا نمونه های خلاف رو نمی بینید؟ ببینید این همین عقلانیت علمی مدرن است که عقلانیت مدرن که توجه به خطا میکنه. یکی از ضرب خورهای بزرگ ما این است که به نمونه های نقض اصلا روی خوش نشون نمیدیم. حالا هر چی که میخواد باشه، در فلسفه باشه، در علم باشه، در دین باشه، در هر جا، یکی دو تا نمونه از یه چیزی میبینیم میگیم این ثابت شد، نمیریم دنبال این بگردیم ببینیم نمونه های خلاف هم داره، چیز دیگه هم پیدا میشه که علیه این قضاوت بکنه. در علم همینطوره. در علم اینکه امروز میگوین که قوانین علمی ابطال پذیرن، یعنی شما باید برید ببینید که میشه فکر کرد در چه شرایطی فلان قانون به ورطه ابطال بیفتد، اصلا چنین چیزی براش پیدا میشه یا نمیشه. نمونه های دیگری رو هم جناب چیز مثال میزنه، اینکه ما مثلا ذهنمون عموما مسحور شگفتی ها میشه. یک حادثه شگفت انگیزی چنون ما رو مفتون خودش میکنه که گویی که قدرت فکر کردن رو از ما میگیره. ما همینطوری احساسا و در اثر تعجب شدید تسلیم میشیم و اون رو باور میکنیم، بدون اینکه به دنبال تحلیل باشیم، به دنبال موشکافی باشیم و به دنبال رفتن به سراغ اجزای اون شی باشیم. بعد عرض می شود که نمونه های دیگری رو هم اینجا نشون میده که حالا من دیگه خیلی وارد اون نمونه ها نمیشم. بعد می رود سراغ بت های صندوقخانه. بت های صندوقخانه عبارت است از تمایلات شخصی. میگه درسته که هر یک از ما یا تمایلات قومی و شخصی، درسته که ما هممون به قبیله بزرگ و کلان انسانیت تعلق داریم، هر کدوممونم به یک قبیله های کوچکتری تعلق داریم، میتواند خانواده باشه، محله باشه، کشور و شهر باشه و میتواند حتی تمایلات و تعصبات شخصی باشه. همه ما به دینمون تعصب میبرزیم، به کشورمون، به ملیتمون تعصب میبرزیم، به چیزایی که از بچگی به ما یاد دادن تعصب میبرزیم، یعنی ول نمی کنیم، به راحتی حاضر نیستیم اونا رو رها بکنیم و هیچ هم از خودمون نپرسیم که خب اینا از کجا اومده، چرا ما اینطور به اینا محکم چسبیدیم، مثلا اینا رو از دست بدیم چطور میشه، ولی این فکرها رو نمی کنیم. و به همین سبب هم هست که حق و باطل رو جابجا میکنیم. یه چیزی رو بدی رو اگر از هموطنان و همشهریان خودمون ببینیم بد نمیدونیم، اما عین اون رو در دیگری ببینیم اون رو بد میدونیم. این حس مالکیت، این که هرچی مال ماست خوبه، هرچی بدی مال دیگرانه، این همون تعصبات و تمایلات شخصی و بت‌های صندوقخانه است. یه کسی که میخواد آزاد اندیش باشه باید از این بت‌ها خودش رو رها کنه. اینا ضرب خورهای آدمی است. و البته این رو بگم که رهایی از اینها واقعا آسان نیست. در درجه اول اینا باید شناخت، باید دانست که ما در چنین ورطه‌هایی و چاله‌هایی ممکنه بیفتیم و بشریت بارها و بارها افتاده است. من یه نکته اینجا حالا ضمناً تا قبل از اینکه به پایان سخن آقای فرانسیس بیکن بریم عرض کنم برای شما، این است که یک کمبودی، یک نقصان اینجا در کار فرانسیس بیکن هست که خب بعدی ها البته این رو جبران کردن و توضیح دادن، و او اینکه اینجا همواره علم رو و دستاوردهای معرفتی رو شخصی و فردی گرفته است، گویی که من شخصا تولید علم میکنم، بنابراین تعصبات من بسیار مضر است. البته خوب است که من تعصب نداشته باشم، ولی این نکته رو بعدی‌ها آمدند و به قوت تمام گفتند که دانش یک امر جمعی و جاری است، علم یک امر جمعی و جاری است. یعنی علم اونی نیست که من میام و میگم که ممکنه آمیخته به تعصبات من و تعلقات من باشه، اونی هم نیست که شما میگید، اونی است که وقتی که در جامعه علمی همه این اقوال روی هم ریخته میشه و مورد نقد و انتقاد متقابل قرار میگیره،
در اثر این جمعی بودن، در اثر این انتقادات متقابل و شدید، بسیاری از این عوارضی که مربوط به تعلقات و تعصبات شخصی است فرو ریخته میشه و ما نسبتاً به یک ابجکتیویتی نزدیکتر میشویم. در این که ما بخوایم علم و فردی ببینیم، البته همینطوره، رأیی که من ابراز میکنم هزار آلودگی میتونه داشته باشه، اما این رو من باید در کجا؟ در برکه جامعه علمی شستشو کنم تا این آلودگیهاش گرفته بشه و زنگارهاش تراشیده بشه و در اثر انتقاد صیقل پیدا کنه و قابل عرضه در بازار معرفت باشه. خب، یا مثلا ما دین خودمون رو ظاهرا همه چیزش خوب میدونیم، ترادیشن خودمون و سنت خودمون رو اصلا نمیتونیم نگاه انتقادی داشته باشیم بهش، یا خودمون، حالا اصلا به دین رو کار ندیم، شخص خود بنده، شخص شما، ما خیلی کم حاضریم قبول کنیم که ما اشتباه میکنیم، ما بد میکنیم، ما مثلا فکر درست نمیکنیم، منطقی فکر نمیکنیم، اما عین اونا رو در دیگران خیلی راحت تمیز میدیم و حاضریم ببینیم. اما میرسیم به بت سوم که او اسمش رو بت بازار به بازارچه نهاد. در حقیقت این بت بازارچه چیزی نیست جز زبان. میگوید که یکی از چیزهایی که ما رو بسیار به خطا میافکند همین زبان است که ما ساختیم تا خادم ما باشه، تا خادم امین ما باشه، اما متاسفانه به ذهن ما خیانت میکنه و ما هم در این خیانتگری بی نقش و بی سهم نیستیم. پالوده کردن زبان یکی از مهمترین کارهاییست که هر دانشمندی و هر جامعه علمی و هر ملتی باید انجام بده. نمیدونم کدوم یکی از حکیمان چینی بود که گفته بود که اگر من قدرت سیاسی به دست بیاورم، پادشاه بشم، رئیس جمهور بشم، اولین کاری که میکنم اصلاح زبان مردمه. ببینید این خیلی حرف حکیمانه است، فوق العاده است و این رو قد قرنها قبل از آقای فرانسیس بیکن گفت، اون هم برای علم و فلسفه اینا نگفته بود ولی تشخیص بسیار صائبی داده بود. ببینید زبان که خب از سطوح خیلی پایین شما بگیرید، اصلاح زبان اینه که من اصلا بلد باشم با شما چجوری حرف بزنم، یه جوری حرف نزنم که مثلا توهین محسوب بشه، بی ادبی محسوب بشه، یه جوری حرف نزنم که مقصود من مخالف مقصود من فهمیده بشه، اصلا حرف زدن رو یاد بگیرم و بتونم کامیونیکیت کنم. از اینجاها شروع میشه ولی داستان خیلی خیلی فراتر از این و کلانتر از این است، میره بالاتر. وقتی که ما زبانی میسازیم، یعنی مثلا عالمان و فیلسوفان زبانی میسازن که این زبان گاهی دام راه خود اونها میشه، کمندی میشه به دست و پای خودشون میپیچه. مثال هایی که آقای بیکن میزنه خیلی جالبه. ما مثال های امروزی هم ببینید، میگه مثلا ما اومدیم یه واژه به نام بخت یا اقبال ساختیم که هیچ حقیقتی نداره، اما بسیاری از امور رو به این نسبت میدیم. اینقدر هم واژه درست کردیم براش، فلانی بدبخته، فلانی خوشبخته، اون خوش اقبال، اون بدطالعه، اون امروز بخت با من بود، اون روز بخت با من نبود و چنین و چنان. اون البته خب مثالهای دیگه هم میزنه، مثلا قضا و قدر و اینا از همین جنسه دیگه. میگه برای اینها هویت قائل شدند، ماهیت و موجودیت قائل شدند و بسیاری از امور رو به اینا نسبت میده و اینا اونقدر رخنه کردن تو زبان، اصلا بیرون کردنشون از زبان سخت. حالا بنده برای امروزمون میگم که بیشتر به درد ما میخوره، گرچه که همین قصه بخت و اقبال هم چیز کوچکی نیست، یعنی فاعلیتی که ما به بخت میدیم یا فاعلیتی که به تصادف میدیم، خب اینا همه غیر عقلانی است، یعنی هیچ حقیقتی پشت این خوابیده نیست. کلماتی که ما مثلا میگیم غرب، من این رو میگم مخصوصا چون در کشور ما این واژه اهمیت خاصی داره و گویی که غرب یه موجودی است، یه موجود واحدی است که یه ماهیتی داره، یه روحی داره و این روحش در حرکت است و دائما هم توطئه میکنه علیه این علیه اون. غرب نه اینکه این شخص است یا اون شخص، این دانشمند است یا او، این سیاست مدار است یا او، نه، یه چیزی پشت سر اینا
که فرمان میده حرف در ذهن و در زبان این سیاستمدارا و دانشمندا میگذره. یکی از همین فیلسوف نمایان کشور ما یه وقتی گفته بود که تمام رمان‌هایی که امروز در غرب نوشته می شود واجد اون روح غربی است. من در یه نوشته ای از ایشون پرسیدم، گفتم که هیچ وقت جواب ندادم، گفتم شما همه رمان‌های اینجا رو خوندین؟ همه رمان‌هایی که در آینده نوشته خواهد شد میدونین چیه توش؟ آخه چه چیزی به شما چنین جرأتی داده که راجع به چیزایی که ندیدین و نخواهید دید چنین اظهار نظری بکنید؟ که غرب یه چیزی است که مثل یه روحی، یه ویروسی توی همه این تولیدات خودش رخنه میکنه و یک هویتی داره و بعد ما باید با این بجنگیم، در حالی که خب غرب حال خوب داره، بد داره، نمیدونم سیاستمدار خوب، سیاستمدار بد، و تازه خودش متحول تاریخی تدریجا به اینجا رسیده که اکنون رسیده. ببینید اینا هم خطای زبانه، یعنی اون بوت زبان. وقتی این کلمه جاری میشه بعد میگن غرب زدگی هست، توش میاد بیرون، تبدیل به یه فحش و یک ناسزا میشه، برای بعضی هم که تبدیل به یک تفسیر عظیم و کهن تاریخی میشه. شما ببینید چه خطاهایی که از اینها زاده میاد. بسیاری از کلمات اسمهای بی مسما هست که ما به کار میبریم و گمان میکنیم که اینا واجد حقیقتی هستن و که نیستن. عرض میشود که ایشون وارد نوع چهارم خطا، البته در مورد هر یک از اینا توضیحات بسیار بیشتر از این میدهد که من اینجا میدم و تقریبا هم وقتمون رو به پایان هست امروز، ولی اشکالی نداره، این نوع عقلانیت مدرن رو بهتر است که از این طریق ما بشناسیم، یعنی حساسیت به خطا. این خیلی مهمه. علم یکی از مهمترین اهدافی رو که برای خودش قرار داده، یا کلمه هدف شاید خوب نباشه، یکی از مهمترین تکنیک هایی رو که پرورده و فربه کرده و هر روز هم در کار خالص تر کردن فربه تر از اونه، باید تکنیک پرهیز از خطا و اینکه کجاها ما ممکنه اشتباه بکنیم و جلوی این اشتباه رو بگیم. و ای نحوه میرسیم به بوت چهارم که بوت مجلسی است. این بوت مجلس که او هم there are idols which have crept into men's mind from the various dogmas of the peculiar systems of philosophy. بوت مجلسی عبارت است از بوت هایی که از طریق مدرسه، از طریق تعلیم، از طریق مشهورات، چیزایی که میونه مردم جاریه، مدهای فکری، فشن ها، تحسین و تقریح ها وارد ذهن ما شده و ما با اونا فکر میکنیم و با اونها داوری میکنیم. اینم فوقلاده مهمه. این در واقع اگر من اینجا واژه مشهورات رو به کار بردم، این تعبیریست که منطقیین ما به کار میبرند و من گمان میکنم که بوت مجلسی جناب فرانسیس بیکن رو به خوبی میتوان منطبقه با مشهورات دارد. مشهورات یعنی چیزایی که میون مردم جاریه، همه هم مثل که تلقی و قبول کردن، اما اینکه خب اینا چرا این چنینیه کسی دربارش چندان فکر نمی کنه. گذشتگان ما در منطق وقتی میخواستن که مشهورات رو مثال بزنن، عمدتاً دنبال حسن قبح ها برفتن. چه چیزهایی رو یه قومی بد میدونن که قومی دیگه خوب میدونن و چه چیزهایی رو این قوم خوب میدونن که قومی دیگه بد میدونن. مثال همشون هم یه مثال میزدن دیگه، که قبح زفل حیوانات اند اهل الهند، مثل قبح گوشتخاری نزد هندیان. میگفتن شما ببینید که هندوستانی ها، اهل هند، ذبح حیوانات رو، حیوان کشی رو و گوشتخاری رو چقدر بد میدونن و واقعا هم بسیار بد میدونن. یعنی اهانت به گاو در اونجاها حقیقتا جنگ به پا میکنه، خونریزی میشه. اون وقت اون طرف دیگر دنیا شما ببینید به راحتی گاو رو، گوسفند رو، حیوانات دیگر رو میپرورونن، اصلا برای که گوشتشون رو بخورن، ذره‌ای هم ملامت وجدان ندارن.
یا گذشته ها رو شما نگاه کنید، همین بردهداری که مثال زدم و خیلی چیزهای دیگه، مثلا چند زنی. خب این چند زنی در ایران خود جاری بوده، میون عرب ها جاری بوده، میون یهودی ها جاری اصلا بوده، هیچ چیز بدی شمرده نمیشده. امروز اصلا اسمشو نمیشه آورد، اصلا کسی نمیتونه درباره سخن بگه، اینقدر مورد ملامت قرار میگیره. توجه بود، در حالی که گذشتگان که این کارا رو میکردن این رو عین عقلانیت و عین حسن میدونستن، کار زشتی نمیشه مردند که همین نیکان این کارا رو میکرد، همشون از پادشاهان گرفته که حرمسرا داشتن در خود ایران قدیم، از خسرویز خودمون بگیرید و دیگران، خانواده ها، روحانیان، غیر روحانیان، تا در میان عرب ها، تا در میان مسلمان ها، تا در اقوام دیگه. امروز خب این خیلی بد شمرده میشه. اینا همون چیزاییست که جناب فرانسیس بیکن به ما میگه گذشته که اینجاها خیلی مواظب باشید، خیلی حرص نخورید، خیلی تعصب به خرج ندید. در اقوام یک تعصبات تاریخی هست که او بهش میگه بت‌های مجلسی، که رو میاد در یه دوره خیلی بالا میگیره و همه تابع و تسلیم میشن، پس فردا میبینین آتش سرد شد و یک جور دیگری شد. خود حجاب، خب ببینید تقریبا در گذشته دور در همه اقوام و ملل خانوما بیرون که بودن پوشیده بودن، حالا به مقدار کم یا زیاد. من یادم در کتابخونه کنگره که بودم، خانومی که اونجا از کتابداران بود، خانم نسبتاً سن و سالی داشت، برای من میگفت من ابتدا قبل از اینکه بیام اینجا راهبه بودم و در نیویورک زندگی میکردم، میگفت اون موقع بحث ما راهبه ها میون خودمون این بود که این مانتویی که میپوشیم، این لباس روی، آیا تا بالای قوزک پای ما باشه یا باید قوزک پا رو هم بپوشونه. تا این میگفت نزاع کلیسا بود و نزاع اون خانه های راهبگی بود که ما در او بودیم، تا بعدن پاپ بعدی اومد و یک کمی ریلکس کرد، یک کمی آزادتر کرد. ببینید مسائل خیلی از این قبیل است و اینکه آدم فوق این چیزها قرار بگیره و بتواند از این تعصبات دورانها و فشنها و مدها خودش رو بیرون بکشه، این مقتضای عقلانیت علمیه. ولی خب شما دانشمندا رو میشناسید که خوب گرفتار همین چیزا هم هستن. در علم هم همینطوره. حالا من بعداً برای شما خواهم گفت که چگونه علم، امروز نمیرسیم، من نزدیک 15 16 تا صفت برای دانش جدید نوشتم، که این دانش جدید که همه ما از یک طرف وامدار او هستیم و از طرف دیگر باید ناقد او باشیم، برای خودش چه دوگماهایی و چه اصول ظاهراً لا یتغیری رو برگرفته و به کمتر از اونها و به غیر اونها هم رضایت نمیده. پس ببینید، من سخن امروزم، بحث امروزمون در واقع در همینجا خلاصه میشود و خاتمه مییابد که ما عقلانیت اسطوره‌ای و دینی داریم، عقلانیت علمی داریم. مسلماً عقلانیت علمی در دورانی که ادیان ظهور کردن نبوده است، اون دوره دوره پوزیتیویسم نبوده. اما اینو هم باید بگیم بلا فاصله که نباید پنداشت که عقلانیت علمی لزوماً همین میماند که امروز هست، به دلیل اینکه دورانهای دیگه هم عقلانیتشون سپری شده است. در داوری نسبت به اینها بسیار باید محتاط بود و هیچ طرفی رو به طور جدی و قطعی و نهایی نباید مورد داوری قرار داد. دوم اینکه در عقلانیت علمی اولین قدم شناخت ضربخورهاست و برگرفتن یک متدولوژی برای اینکه ما رو از خطای عملی دور بدارد. یکی از مهمترینش این است که تعصبات قومی خودمون رو بریزیم، تعصبات شخصی خودمون رو بریزیم، زبانمون رو پاک کنیم و اسیر و گرفتار و فریفته الفاظی نشویم که خودمون وضع کردیم و اسمهای بی‌مسمایی که ما رو به راه‌های دور میبره.
و از حقیقت دور میکنه، و دیگری این که به موارد خلاف در مورد داوری هامون بسیار حساس باشیم. یعنی به چیزی که دل بسته ایم، به قانونی، به عقیدهی، ببینیم نمونه های نقض او وجود داره، وجود داشته است، به ما گفتن، به ما نگفتن، اونا رو هم ما وارسی کنیم تا ذهنمون بتواند آزاد از این تعلقات و تعصبات حرکت کنه. من البته شما رو دعوت میکنم، آیا واقعا شما انسانی رو سراغ دارید که از تمام تعصبات و تعلقات آزاد باشه؟ ملی، دینی، فلسفی، شخصی، قومی، خیلی کمه. یعنی در عین اینکه ما گویا که میدانیم اینا زنجیرهایی است که به دست و بال ما بسته شده است، کمتر میتوانیم این زنجیرها رو باز کنیم، با بعضی از زنجیرها خوشیم. به همین سبب هم یافتن یک عقلانیت آزاد بدون بایس، بدون تعصب، بدون تمایل به این سو و اون سو فوق العاده مشکل است. یک راه علاجش این است که همین خطاگیرها رو و مزان خطا رو بشناسیم. دوم، جمعی کردن داوری است، یعنی داوری رو به تیغ نقد سپردن و در اختیار دیگران نهادن. همیشه یک داور سوم و رابع و خامسی رو در میان آوردن تا اینها رو، یعنی داوری های ما و اعتقادات ما رو بتواند پالایش و پیرایش بکنه. من چون ما به اصطلاح به طور پارادایماتیک و مقایسه عقلانیت علمی و دینی حرکت میکنیم، بحث نوبتباتی من انشاءالله راجع به عقلانیت علمی مدرن خواهد بود که ورای این قوانین و ورای این یافته های علمی و این تئوری ها و این مکتب ها و اینا چجور عقلانیتی نشسته است و به چه چیزهایی، یا بگیم به چه دوگمهایی باور دارد، و آیا این عقلانیت اونگاه با اونچه که عقلانیت دینی یا اسطوره‌ای خوانده می شود مناسبتی، ملائمتی یا منافاتی دارد یا نه. این رو به نوبت آتی می سپاریم با درود مجدد و با تبریک مجدد. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم دکتر. من یک سوالی برام پیش اومده بود در مورد این عقلانیت علمی و اینکه ما باید تعصب‌ها رو پاک کنیم. من می‌خواستم بدونم خب توی دین، همین دین خودمون اسلام، یه چیزی هست که با عقل جور نمیاد. مثلا حالا توی حج سنگ زدن به شیطان. این می‌خوام که اگه ما بخوایم چون اونطور هم که من میفهمم، حالا امام محمد غزالی میگه که یه چیزایی فراتر از عقل و ما، خدا گفته که اینطوری باید بپرسیمش، باید بدونیم که به عقل توجه کنیم همینطوری بپرسیمش. حالا اینو من می‌خواستم بدونم که چجوری با این حرف شما میشه جمع کرد. آیا حرف شما و این درس امروز شما توی این مسائل دینی صدق میکنه یا نه ما به این چیزا نباید نگاه کنیم؟ خیلی ممنون. آقای حمید عزیز، اولا متشکرم از سوالتون، ولی شما از آغاز صحبت‌های من نبودید. من این رو توضیح دادم که من الان بحث درون دینی نمی‌کنم. اینکه دونه دونه اینکه کدام رفتار دینی یا کدام سخن دینی علمی، عقلی، غیر عقلی وارد اون بحثا بخوایم بشیم که انشالله خواهیم شد، در وقتش اول باید همین عقل رو ما توضیح بدیم. مثلا ببینیم عقلی بودن چی هست، تا بعد ببینیم که اینا با عقل جور در میاد یا نه. عقل، حالا اینجا مختصر خدمتتون میگم، عقل همون چیزیست که عقل عبارت است از فراورده های عقلی، چیز دیگری نیست. یکی از فراورده های عقل علمه، یکی دیگرش فلسفه است، یکی دیگرش هنره الی آخر. پس بنابراین وقتی که میگیم با عقل جور در نمیاد، باید بگیم که منظورمون اینه که با علم جدید جور در نمیاد یا با فلسفه جور در نمیاد. کدام فلسفه؟ عقل شخصی که ما نداریم، عقل جمعی رو باید ما مطرح کنیم. عقل جمعی هم در علم جمعی و در فلسفه جمعی متجلی است. باید اینا رو ما روشن کنیم. اما اینا در مقام تحلیل است و در مقام بررسی های درون دینی است. من فعلا دارم کلان پارادایم
ذهن علمی و عقل علمی رو بیان میکنم، اونگاه در موارد بعد که حالا نوبتش به زودی نخواهد رسید به بعضی از این جزئیات هم خواهیم رسید انشاءالله. سلام آقای دکتر، تبریک میگم، امیدوارم که سلامت و شاد و سرزنده و سرحال باشید. ممنونم که به ایران و ایرانیان و احوالشون هم توجه دادید. اولا من تو ذهنم هست که دو تا سوال دارم. یکی این که جناب فرانسیس بیکن همون هست، همون دانشمندی است که گفته بود، یعنی علی رغم این که پدر علم تجربی نوین، حالا به یک اعتبار کسانی او رو نامیدن، همون کسی است که گفته بود بدیهی است که زمین ساکن است و بنابراین، یعنی خیلی بداهتا زمین ساکن هست یا مسطح هست، همین ایشون بوده یا نه؟ و دوم این که همون بوده؟ بله، همین فرانسیس بیکن. بله. بعد آیا هنگامی که فرانسیس بیکن این به این بت‌های ذهنی اشاره می‌کرد، در واقع به این معنا پی برده بود که مثلا ذهن آدمی هم حجاب حقیقت، هم آینه حقیقت، یعنی هم به صورت پرده عمل میکنه هم به صورت پنجره، و اون وقت چون ما نمیتونیم به عینیت امور ذهنمون برسه، بایستی مثلا یک تواضع معرفت شناختی پیدا بکنیم. به اون زمان به این تواضع معرفت شناختی رسیده بودن؟ تعبیرات نداره، نه خیر، اینا بالاخره کمالاتش که برای دانشمندان حاصل شده و نکته‌هاییست که در سخن اون نیست. ببینید شما زمانه آقای فرانسیس بیکن در نظر بگیرید، مال اوایل قرن 17، وفاتش اگه اشتباه نکنم 1626، یعنی ربع اول قرن 17 ایشان از دنیا میرود و علاوه بر کارهای فلسفی و علمی میدونید که خب چیز بود، خزانه دار پادشاه انگلستان بود. و دکتر میکروفون یک کمی فاصله تون. بله ببخش. بله، کارهای مالی و اینا میکرد. منظورم این که یک سره هم وقتش و زندگیش وقت مسائل علمی و فکری و فلسفی نبود. و بعد زمانه او زمانه بود که تازه عقلانیت مشغول پوست انداختن بود و هنوز جناب کانت نیامده بود، هنوز اکتشافات نیوتن صورت نگرفته بود و خیلی از چیزها هنوز اتفاق نیفتاده بود، حتی دکارت حرفاشو نزده بود. پیشتازی بود که داشت آب و جارو میکرد زمین رو و داشت بر حال میگفتش که چه خار و خاشاک هایی در راهه، اینا رو باید بپیراییم و اینا رو کنار بزنیم. و چنان که گفتم کارش البته کار مهمی بود، برای اینکه تقریبا بی سابقه بود اینکه ما باید یک روش عملی، یک متدولوژی به دست بدیم برای اینکه ما رو از خطاهای عملی باز داره. و البته همراه با حملاتی که به منطقه ارسطویی سوری نظری میکرد و میگفت اونا هیچ گره ای از کار فروبسته ما نمیگشاید. بله، لازمه این سخنان البته تواضع علمی است. خود او البته توی همین فقراتی که حالا من نخوندم اشاره میکنه، میگوید که ما عقلمون اسیر احساساتمونه و رهایی از این احساسات خیلی مهمه. ما یک به قول اون نور عقل به طور خالص نیستیم، بلکه آلودگی و آمیختگی پشنز عواطف و احساسات هم هست. خود سخنان در نزد هیوم هم دیده میشود و کسان دیگر. بله، به اینها تفتون و تفرس یافته بود و خب نقطه های اولیه رو او نهاد و بعدیها البته اینها رو ادامه دادن. خب یه نفر دیگه هم هست، آقای تاها. بله بله، آقای تاها. الو، سلام. سلام دارم.
دکتر جان، یه جایی مولانا گفته که من هومان هما لایقش بیان اونجا. آیا ما در اصل ما دو تا علم یا دو تا عقل نداریم، عقل دنیا و عقل عقبا، که این حرف هم دیگر رو نمیخونن؟ چون واقعا حرف دین رو نمیخونه عقل دنیا، عقل مادی ما. گفتم نظر شما رو در این باره بپرسیم. ممنونم. میشود که اون جمله که مال مولانا نیست، اون در نحس البلاغه است، که من هومان لا یشفعان طالب و علم و طالب و مال. و لذا اون جمله رو اگر تمامش رو بخوانید وقتش ارتباط چندانی با بحث ما پیدا نمی کنه. دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی شوند، یکی گرسنه علم و دیگری گرسنه مال. این اون جمله نحس البلاغه است. و میبینید که بحث سر گرسنگیه، سر حریصیه. آدمی که خب حریص علمه، همینطور میخواد بیشتر بیندوزه و بیانباره، مالم همینطور. ولی خب سوال شما در واقع سوال کلی این جلسات ماست که بالاخره این علم به دین نمیخوره یا به دین میخوره. شما میگید مثل این که نمیخوره. شما اجازه بدید ما به این آخراش، به این نتیجه گیری برسیم که میخوره نمیخوره، به چه معنا. چون اینا خیلی ظرافت داره. ببینید این خود بازی که همون خطاهای و بت‌های ذهنی است که آقای فرانسیس بیکن میگه، این که دو چیز با هم مطابقن و مطابق نیستن. اولا شتاب زدگی در داوری جزء بت‌های ذهنی است، جزء مشکلاتی است که باید از رو حذر کرد. دومی که این که میخورن مطابقت دارن یا ندارن، این باز از همون کلمات خیلی کلی است. مطابقت در چی؟ کجاشون مطابقه، کجاشون مطابق نیست. همینطور هولسیل و یه جا سودا کردن، اینا کلا به هم نمیخورن، کلا میخورن. ببینید اینا داوری های خیلی دقیقی نیست و از قضا در همین ورطه هایی که فرانسیس بیکن گفته نیفتیم، باید حذر کنیم و جز جز رو باید داوری کنیم. میگیم اینجاشون با هم میخوره، اونجاشون نمیخوره. والا منم انشالله در راهی که با هم میپیماییم بر همین نهج عمل خواهم کرد به اذن الله تعالی. آقای دکتر یک سوالی هم دوستان رو در یوتیوب پرسیدن، البته یک کمی مصداقی و مربوط به اوضاع حال ولی ربط به مباحث داره. گفتن که آقای دکتر شما در مسئولان ما چه نسبتی بین عقل دینی و عقل علمی میبینید؟ اشکال کار کجاست؟ آیا همان تعصبات است؟ آیا شخص شما تعصبی داشته اید که برطرفش کرده باشید؟ این سوال نپرسید. سوالات شخصی که خیلی جالب نیست. من البته بله تعصباتی دارم و کیس که نداشته باشه تعصباتی هم داشتم، اینها رو برطرف کردم. ولی به درد کسی نمیخوره این بحث. اما در میان رهبران دینی ما بله من میتونم بگم متاسفانه اون که عمل میکند تعقل که نیست، حتی تعقلینی هم نیست، ثبات است عمل میکند و که حاضر نیستن به هیچ عنوانی، به هیچ طریقی، با هیچ دلیلی، به هیچ حیله این تعصبات رو فرو بگذارن. چیزاییست که تعصباتیست که از فقه بهشون رسیده، تعصباتیست که از تاریخ بهشون رسیده، یعنی سخنان ناسنجیده. اینا هم تو تلقی قبول کردن و قلوویست که اینا میکنن در مورد شخصیت های دینی و جهلی که دارند و که نمیخواد اینا رو بپوشونن، ستیزه و عداوت بی سبب و ستبر شده ای که نسبت به مغرب زمین دارن و بسی چیزهای دیگه. ولی من یک توصیه میکنم، مبادا نظر کردن به تعصبات دیگران ما رو غافل کنه از نظر کردن در تعصبات خیشتن. یعنی عیب‌جویی مبادا کار ما باشه. به همون اندازه که به دیگری نظر میکنیم و عیبش رو میگیریم یا عیبش رو میبینیم، به همون اندازه یا چند برابر او باید به خودمون نظر کنیم. چون همه ما گرفتاریم، تا آخر عمر ما دائما باید یه جامعه هایی رو دراریم یا شستشو کنیم و دوباره برتن کنیم. هیچ کس دیدامتر نیست، اما دیگران باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم، به قول جناب سعدی. برحال همه تردامنیم و به قول حافظ، دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، جام تردامن و سجاده شراب آلوده. همه ما سجادمون شراب آلوده است و جاممون دامنمون تر است، یعنی به خطایی و به گناهی
مبتلا هستیم. و به تعبیر حافظ، ای برندان نکن، ای زاهد پاکیزه سرشت، بهتر است که در عیبگیری از دیگران نکوشیم. اما اونچه که به نظر من میرسه در مورد بران فکری و دینی امروزین ما، متاسفانه این امورات است و امیدواریم که علاج شود، به خود آیند. و یکی از بدترینش اینه که نه خودشون رو مالک مملکت میدونن و نه مردم رو مالک بدونن، که بدترینش اینه که خودشون رو ولی مردم میدونن نه وکیل مردم. اینا جزو بدترین اعتقادات و تعلقات و تعصباتی است که متاسفانه جامعه شخصیت ما رو دریده است و احوال روی همه رو پریشان کرده است و مملکت رو به ویرانی میبرد. به خدا پناه میبریم و امیدواریم که مردم با تذکرات و انتقادات مداوم خودشون این زرگارها رو بتراشند و آینه جمعیت و جماعت رو روشنتر و سیغلیتر و جلاخیستر بکنند، انشاءالله تعالی.